قطعا تا الان شنیدی میگن حجم فلان موتور 1500 سیسیه، 1800 سیسیه یا 2000. این حجم موتور دقیقا چیه؟ این پست جالب رو تا آخر ببین تا اطلاعات مفیدی در مورد موتور به دست بیاری. برای اینکه حجم موتور رو به دست بیاریم بهتره که یک سیلندر رو دقیق‌تر بررسی کنیم. وقتی پیستون در پایین‌ترین نقطه خودش قرار می‌گیره، بالای پیستون یه فضای خالی داخل سیلندر ایجاد میشه. اون فضایی که توی شکل با مربع مشخص کرده رو بهش میگن حجم جابجایی یا دیسپلیسمنت ولوم یا سویپت ولوم. حجمی که پیستون توی اون فضا به سمت بالا و پایین حرکت میکنه، یعنی کورس پیستون توی این فضا طی میشه. حالا یه حجم دیگه هم داخل سیلندر داریم که بهش میگن حجم تراکم. وقتی پیستون در بالاترین نقطه خودش قرار میگیره، یه فضای خالی بالای پیستون شکل میگیره که بهش میگن حجم تراکم و به زبان انگلیسی بهش کمپرسشن ولوم یا کلرنس ولوم هم میگن. خب قبل از اینکه ادامه این ویدیو رو با هم بررسی کنیم، ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنی تا با انرژی بیشتری محتوای بهتری رو براتون آماده کنیم. حالا اگه حجم تراکم رو با حجم جابجایی جمع کنیم میشه حجم کل یک سیلندر. حجم کل موتور نه، حجم کل یک سیلندر. حجم موتور چجوری به دست میاد؟ اون دیگه بستگی به تعداد سیلندر داره. اگه یه موتور 4 سیلندر باشه، حجم کل یک سیلندرش رو ضرب در 4 میکنن تا حجم کل موتور به دست بیاد. مثلا وقتی یه موتور 4 سیلندر رو بهش میگن 2000 سیسیه، حجم کل هر کدوم از سیلندراش 500 سیسیه. پس تا الان مفهوم حجم موتور رو متوجه شدیم. بریم با هم یه پارامتر مهم دیگه موتور رو بررسی کنیم. پارامتر نسبت تراکم. نسبت تراکم یکی از مهمترین پارامترهایی که توی طراحی موتور خیلی بررسی میشه. قطعا تا به حال شنیدید که میگن نسبت تراکم فلان موتور 9:1 یا مثلا 10:1. الان میخوایم با هم بررسی کنیم که اصلا این عدد چیه، از کجا میاد و چه تأثیری تو عملکرد و قدرت موتور داره. اول ببینیم این عدد چجوری محاسبه میشه. شما حجم جابجایی و حجم تراکم یک سیلندر رو متوجه شدید. همونطور که توی تصویر میبینید، اگه حجم جابجایی رو با حجم تراکم جمع کرد و تقسیم بر حجم تراکم کرد، میزان نسبت تراکم یک سیلندر به دست میاد. بذار راحت‌ترش کنم براتون. نسبت تراکم یعنی اینکه پیستون چند برابر میتونه حجم بالای خودش رو کوچیک‌تر کنه. شما قطعا اینو میدونید، تو زمان مکش وقتی پیستون به سمت پایین حرکت میکنه، سوپا به مکش باز میشه و هوا وارد سیلندر میشه. پس وقتی پیستون به نقطه مرگ پایین یا پایین ترین نقطه تو سیلندر میرسه، یه میزان حجم از هوا بالای پیستون قرار گرفته. تو زمان تراکم جفت سوپا با بسته است و پیستون داره به سمت بالا حرکت میکنه و این هوای بالای خودش رو فشرده میکنه. وقتی پیستون به نقطه مرگ بالا یا بالاترین نقطه خودش تو سیلندر میرسه، اون حجم از هوا فشرده شده. به این میزان فشرده شدن هوا میگن نسبت تراکم، یعنی چند برابر هوا میتونه داخل یک سیلندر فشرده بشه یا حجمش کم بشه. وقتی میگن یه موتور نسبت تراکمش 10:1، یعنی هر سیلندرش میتونه 10 برابر حجم هوای داخل خودش رو کوچیک‌تر کنه. خب حالا تأثیر این عدد تو قدرت و عملکرد موتور چیه؟ هر چقدر طراح بتونه این عدد رو بالاتر ببره، وقتی شمع جرقه میزنه احتراق قوی‌تری شکل میگیره و موتور قدرت بیشتری رو میتونه تولید کنه. ولی تا چقدر میتونه یه طراح نسبت تراکم یه موتور رو بالا ببره؟ یعنی دستش بازه میتونه هر چقدر بخواد نسبت تراکم موتور رو بالا ببره؟ نه، طراح نمیتونه، چون چند تا عامل هست که وقتی نسبت تراکم خیلی بره بالا میتونه به موتور آسیب برسونه. مهمتریناش بالا رفتن بیش از حد دمای موتور و اتفاق ناک یا همون خودسوزیه. البته میزان ناک یا خودسوزی به کیفیت و نوع سوخت هم بستگی داره. یعنی هر چقدر یک سوختی مقاومت بیشتری در مقابل خوداشتعالی یا خودسوزی داشته باشه، طراح میتونه نسبت تراکم بالاتری رو برای موتور در نظر بگیره. مثالش هم همین موتور EF7ه. این موتور هم ازش دوگانه هست، با گاز CNG هم موتور بنزینی. تو موتور بنزینی نسبت تراکم پایینه و تو موتور گازسوز نسبت تراکم بالاتره. چرا؟ چون میزان مقاومت سوخت CNG در برابر خودسوزی بیشتره و فاصله هوایی مولکول‌های گاز نسبت به بنزین بیشتره و طراح به خاطر همین که بتونه اشتعال کامل‌تر و بهتری رو از موتور گازسوز بگیره، نسبت تراکم رو بالاتر در نظر میگیره.
امیدوارم اطلاعات مفیدی رو توی این ویدیو به دست آورده باشید.